در این ویدیو یونیت دوم کتاب استانبول رو داریم، لول A1. ببینیم که چه چیزایی رو قرار یاد بگیریم. احتمالاً در 2 یا 3 ویدیو اینو بگم. پیش بریم ببینیم چقدر از وقتتون رو در این ویدیو میتونم بگیرم. خب، موضوعاتمون رو ببینیم چی هستش. بجریلر یعنی استعدادها، کندینی استعدادها و یا مثلا کاری که میشه انجام داد بهش میگن بجری، جمعش میشه بجریلر. کندینی تانتما یعنی معرفی خود، سایلر سویلمه گفتن اعداد، فرم دولدورما پر کردن فرم. خب این هم موضوع گرامری رو داریم. دیل بلگیسه بولونما درومو اینکه در کجا هستیم، واریوک هست و نیست، سایلار اعداد، کچنجو چندومین باز هم از اعداد هستش، ایسیم جمله داره. ببینیم که چی هستن. خب کلمه‌لر، کلماتی که بیشتر ببینیم در کجا استفاده میکنیم، اوکول مدرسه، اودا اتاق، یرلر مکانها، صفاتلر صفتها. خب بیایم سراغ صفحه بعدی. نرده، بسیار عالی. A okulda. Var yani hast, yok yani nist, nerede, koca, kimde, pişe çekesi, deste çekesi. Sınıfta kim var? Çekesi. Bazen o mouse işi doğru konum. Sınıfta kim var? چه کسی در کلاس هست؟ کیم چه کسی؟ وار هست، سنفتا در کلاس چه کسی هست؟ ماسادا کتاب، وارما ماسا یعنی میز، ماسادا روی میز، کتاب کتاب، وارما آیا هست؟ وارما یعنی آیا هست، آیا وجود دارد. اورتمن نرده، ببخشید نرده، در محاوره گفتاری میشه نرده، نوشتاری نرده. اورتمن نرده، معلم کجاست. کالم کیمده، مداد دست چه کسیه. جوابشو ببینیم. سنفتا کیم وار، چه کسی تو کلاس هست؟ سنفتا اورنجیلر وار. در کلاس دانش آموزان وجود دارند، هستند. ماسادا کتاب وارما، روی میز کتاب هست آیا؟ هایر نخیر، ماسادا کتاب یوک، روی میز کتاب نیست، وجود ندارد. اورتمن نرده، اورتمن نرده در واقع. معلم کجاست؟ اورتمن افیسته، معلم در آفیسه، در دفتر هستش. کالم کیمده، مداد دست کیه؟ کالم احمدته. همونجور که میبینید اینجا وقتی اسم خاص داریم علامت آپستروف رو داریم و بعد پسفند ت، تا و یا د، دا رو داریم. توی ویدیوهامون در قسمت‌های تدریس پسفند مکان رو درس دادم، یا لینکش رو میذارم براتون یا حالا پایین کپشن می‌نویسم که دوستانی که ندیدن ببینن. خب
بریم این قسمت hazırlık çalışması تمرین بکنیم. resimlere bakalım ve عکس ها نگاه کنیم. soruları cevaplayalım. سوال ها را جواب دهیم. خب. burası neresi? اینجا کجاست؟ burası neresi? burası neresi? در واقع خواستم بگم که نرسی نیستش، نرسه. اون صدای ای در آخر جمله ها ای کامل خونده نمیشه، یه مقدار بسته تلفظ میشه، نمیگیم نرسی، میگیم نرسه. در واقع یه هماوایی اینجا انجام میشه. معمولا معلم های ترک زبان اصلی نمیگن اینو، خودشون هم متوجه نیستن، ولی این اتفاق میفته. نرسی نمیگن، نرسه. اونلار کیم؟ آنها چه کسانی هستند؟ اونلار نه؟ آنها چه چیزی هستند؟ خب قسمت دوم ببینیم چی نوشته. رسیم لرده نلر وار؟ رسیم عکس، رسیم لر عکس ها، رسیم لرده در عکس ها، نلر چه چیزهایی وار وجود دارد. باکالم ببینیم، اشارت لیلم اشاره گذاری بکنیم، علامت گذاری بکنیم. خب ببینیم که چه چیزهایی هستند، اگر وجود دارند چکار میکنیم. تیک زدیم اینجا ببینیم. خب ساندالیه داریم، وار. کتاب، عکس‌ها رو نگاه می‌کنیم، اینجا کتاب هست. کتاب وار. باغچه، باغچه یعنی حیاط و یا باغچه. یوک، علامت نزدیم. کاپو یعنی در، من در نمی‌بینم اینجا. یوک، کاپو یوک. پرده، تو این عکس ها من پرده ندیدم، پرده یوک. کانتین، کانتین یعنی دکه چیز فروشنده توی مدارس، و یا مثلا قسمتی که شما تو مدارس و دانشگاه ها میرید چیز میز میخرید میخورید، جایی که میتونید بشینید چای بخورید و یا خوراکی بخورید میگن کانتین. کانتین وار، اینجا رو میگن کانتین. دفتر، اینا دفتر دارن به نظر من، پس منم گفتم وار. ای ننوشتم، خب باش علامت میزنیم اینجا علامت. خب دفتر وار. اورنجی یعنی دانش آموز، وار. آفیس، آفیس به نظر من اینجا آفیسه، وار. سنف، کلاس درس، وار. لامبا، به نظر من اینجا لامپ روشنایی هست و یا نه این پروژکتوره. اوکی، لامبا یوک. اورتمن، اینجا یه معلم هست، من نوشتم وار. ماسا، اینجا میز هست، اینجا میز هست، نوشتم وار. پروژکتور اینجاست، من علامت زدم که وار یعنی هست. بریم سراغ قسمت بعدی، اوکوما. میخونم اوکول. دقت کنید که صدای او مثل صدای او فارسی تلفظ نمیشه. در واقع ما نمیگیم اوکول. اوکول بگیم این میشه فارسی. باید یه خورده اوشو حالت قلمبه تلفظ کنیم. میشه اوکول. نه اوکول. اوکول. K
یه ل یه خورده کلوفتر تلفظ بشه. اوکی. خب بریم سراغ روخانیمون. مرحبا، سلام. بنیم آدم کیت. اسم من کیت هست. من اسپانیالیم. من اهل اسپانیا هستم. یه بار دیگه میخونم. من اسپانیالیم. بورسه اینجا بنیم اوکولوم. مدرسه منه. اوکول توپخانه ده. توپخانه یه قسمتی هستش در قسمت استانبول. اوکی. خیلی خوب. اوکول توپخانه ده. مدرسه در توپخانه وجود قرار گرفته. اوکول آلت کاتل. مدرسه 6 طبقه است. 6 کاتل میشه 6 طبقه. 2 کاتل میشه 2 طبقه. 5 کاتل میشه 5 طبقه. اینو میتونید سن جمله بندی کنید. مثلا بگید بنیم اویم 2 کاتل. خونه من 2 طبقه است. یه همچین جمله هایی. تغییر بدید جمله های موجود رو. اینجوری میتونید راحت تر به توانایی صحبت کردن دست پیدا کنید. Alt katta در طبقه پایین. Alt katta افیسلر var. در طبقه پایین آفیس وجود داره. همونطور که میبینید جمع بست. افیسلر var. آفیس هایی وجود داره. افیسلر بیوک. آفیس ها بزرگ هستن. افیسلرده در آفیس ها. ماسالار میز ها. میز ها. کلتوکلار مبل ها. بیلگیسایارلار کامپیوتر ها. دولاپلار کمد ها. وار وجود دارد. سکرترلر افیسته. سکرتر یعنی منشی. سکرترلر منشی ها یعنی کسایی که اونجا کار میکنن. افیسته در دفتر کار هستند. خب ببینید اینجا عدد داریم و نقطه داریم. در مبحث اعداد من اعداد چندمین رو بهتون گفتم. اولین، دومین، سومین. وقتی بعد عدد نقطه میذاریم این مثلا میشه دومین. این میشه سومین. که چجوری میگیم؟ میگیم ایکینجی، اوچونجو، دوردونجو و بشینجی کاتلاردا سنفلار var. خب چی میگه؟ میگه در طبقه های کاتلاردا، در کاتلار طبقه های دوم، سوم، چهارم و پنجم سنفلار var. کلاس هایی هستند. اوکولدا در مدرسه اون سنف var. 10 تا کلاس داریم. 10 تا کلاس درس داریم. هر سنف دا توی هر کلاس 15 اورنجی var. 15 دانش آموز و یا دانشجو وجود دارد. سنفلار دا در کلاس ها. سندلیلر سندلی ها. سرالار سرا یعنی نیمکت. هم به معنای ردیفه هم به معنای نیمکته. کلملر مدادها. کتابلر کتابها. سوزلوکلر سوزلوک یعنی دیکشنری دایره المعارف. سوزلوکلر دفترلر دفترها. پردلر پرده ها. لامبالر لامپها. بیلگیسایار کامپیوتر. اینو جمع نبسته. و یازی تختسی var. و تخته نوشتاری وجود داره. یازی یعنی نوشتار. تختسی اینم یعنی تخته. ماسالاردا روی میزها. کتابلار کتابها. کلملر مدادها. دفترلر دفترها. و سیلگیلر var و مداد پاکن ها وجود دارن.
البته سیلگی به تخت پاک کنم میگن. سیل یعنی پاک کردن، سیلگی یعنی یه چیزی که باهاش پاک میکنه. شیمده الان سنوفلاردا در کلاس های درس اورنجلر یک دانشجوها نیستند. چونکه اورنجلر تنفسته. چونکه دانشجوها رفتن زنگ تفریح. تنفس میدونید که یعنی تنفس، نفس کشیدن، یه نفس راحت کشیدن. معمولا به زنگ تفریح میگن تنفس. خب جمله بعدیمون اوکولدا در مدرسه چه گزل ویر کانتین وار. یک کانتین خیلی زیبا وجود داره. کانتین است کاتا. کانتین در قسمت کافتریا در قسمت در طبقه بالایی هستش. است یعنی بالا، کات یعنی طبقه. کانتین ده در کافتریا ساندالیلر سندلی ها، ماسالار میز ها، تلویزیون یجکلر خوراکی ها و ایچجکلر وار و نوشیدنی ها وجود دارند. خب ایچجک نوشیدنی، یجک خوراکی، اینا رو در نظر داشته باشین، میتونید یادداشت کنید. کانتین چوک کالابالک. کافتریا خیلی شلوغه. کالابالک یعنی شلوغ، پر از آدم. بتون اورنجلر کانتینده. تمام دانشجوها در کافتریا هستن. خب بیایم پایین ببینیم که چه خبره. سوال ها رو گفته جواب بدیم. آشادکی سرولارو، سوال هایی که پایین هستن، متنه گره بر اساس متن جواب لیالم جواب بدیم. خب اوکول نرده، من اینجا علامت زدم. اوکول توپانه ده، این جواب سوال یکه. ببینم میتونم بنویسم سوال خب یه خود سنگین حرکت میکنه. یک اوکی نوشتم. سوال دو اوکولدا در مدرسه کیملر وار، چه کسانی هستند؟ اوکولدا چه کسانی هستند؟ خب ببینیم اینجا اورتمنلر، اورنجلر. آها خب چه کسانی گفته که سکرترلر افیسته، در آفیس ها منشی ها هستن. خب تو مدرسه چه کسانی میشن؟ اینجا علامت نزدیم، ولی خب من اینجا میتونم بنویسم براتون. اورتمنلر و اورنجلر. اوکی. اورتمنلر و اورنجلر. حالا بیایم سوال بعدی. افیسته نلر وار. خب چیزایی که نوشتم افیست اینجا علامت زدیم. افیسلرده ماسالار، کلتوکلار، بیلگیسایارلار، دولاپلار وار. خب اینو من بیام بنویسم که جواب سوال سه. خب
بعد اوکولدا کاچ سنف وار؟ نوشتیم که اوکولدا اون سنف وار. اینجا میتونیم عدد 4 رو بنویسیم که یعنی جواب سوال 4. خب اوکولدا اون سنف وار 10 تا کلاس درس وجود داره. سوال 5، öğrenciler nerede? Öğrenciler teneffüste. İnanam cevabı suale 5. خب. بیایم قسمت 4. Aşağıdaki cümleleri, cümle hayi ki pahin hasten, metne göre, bir asas metn, düzeltelim. Durustuşun koni. Xeyle. O Fransalı. Ege bakayım. Durust konim ino. خب من اینو اینجا ننوشتم. میتونیم با هم بنویسیم. او فرانسالی. اهل فرانسه نبود اون دختره. کجایی بود؟ من اسپانیالیم. اینجا مینویسم. او. اوکی. او. با حرف بزرگ بنویسیم ملیت رو. نشنالیتی اسپانیال. اسپانیال. خب اینو جواب دادیم. افیسته کلملر، سیلگیلر و کتابلر بار. اینجوری بود؟ نه. افیسلرده ماسالر، کلتوکلر، بیلگیسایار و دولاپلر بار. یعنی جواب سوالمون اینجا اینطوریه. اینم جواب اینکه سوال بزنیم چیکار کنیم؟ چجوری بزنیم جواب سوال دو، قسمت دو؟ خب بدونید دیگه جوابش اینجاست، دارم میگم. اینجوری جواب سوالمون افیس‌لرده ماسالر، کلتوکلر و بیلگیسایارلر و دولاپلر بار. اینم قسمت دورو اینجوری درست کردیم. هر سنفتا اون اورنجی بار. اشتباه، هر سنفتا 15 اورنجی بار. اینو چکار میکنیم؟ درستش میکنیم، مینویسیم 15. خب همینقدر کافیه. کانتین آلت کاتتا. خب کانتین اوست کاتتا، همونجور که میبینید اینجا. خب ما اینو بنویسیم اوست. اینو مثلا درست کردیم. خب سوال 5، سکرترلر سنفتا. سکرترلر افیسته. اینم جوابش اینجاست، درستش کنیم. میگیم سکرترلر افیسته. اوکی. خب اینم اینجوری درستش کردیم. بیایم سراغ این قسمت. نوشته یاسیز یعنی چی؟ یعنی خب درباره شما چطور؟ این سوالات رو درباره خودمون جواب میدیم و یا اینکه بدون متن، بدون اینکه به متن نگاه بکنیم جواب میدیم. سنین اوکولون نرده. اینو چطور جواب میدیم؟ اول ببینیم چی میگه. سنین یعنی مال تو، اوکولون مدرسه تو، نرده کجاست؟ مدرسه شما کجاست؟ سوال اول رو اینجوری جواب دادیم. بنیم اوکولون مدرسه من
اسم مکان رو میارید، بعد می نویسید د. مثلا بینیم اوکولوم شیشلیته، شیشلی یکی از مناطق استانبوله، بینیم اوکولوم گلهانه ده، اونم یکی از مناطق استانبوله، بینیم اوکولوم گبزه ده، گبزه هم یکی از منطقه هست. خب اسم اینجا می نویسیم، بعد پسوند ده رو میاریم. سنفتا نلروار، تو کلاس چه چیزهایی وجود داره؟ خب تو همه کلاس ها چه چیزهایی وجود داره؟ تختا، سندالیلر، دولاپلار. تو همه کلاس های ترکیه تخت وجود داره، سندلی ها وجود دارن و کموت ها وجود دارن و چیزهای دیگه که خودتون میتونید اضافه بکنید. مثال زدم من اینجا. سوال سوم، اورتمن نرده، معلم کجاست؟ اورتمنلر اوداسوندا. معلم کجاست؟ من فقط اسم مکان رو نوشتم، اتاق نوشتم، در اتاق معلم هاست. اورتمنلر اوداسو یعنی اتاق معلم ها، چون اتاق مدیر همیشه فرق میکنه با اتاق معلم ها. تو ترکیه اینجوری، یعنی در ناظم و مدیر و معلم ها جاشون جدا نیست. اوکی، سنفتا کچ اورنجوار، در کلاس چند دانشجو وجود داره؟ سنفتا 15 اورنجوار، منم 15 تا نوشتم، معمولا همونقدر. اوکی، خب بیایم صفحه بعدی. خیلی خوب، در قسمت گرامر ببینیم چی بهمون گفته. ما پسوند دا رو داریم. خب همونطور که میبینید نوشته locative case، یعنی مکان یه چیزی رو مشخص میکنیم. پسوند دا رو با هم‌آوایی صدا اینطور طبقه بندی میکنیم. اگر هجای آخر کلمه‌مون دارای یکی از صداهای آ، ا، او و او باشه، پسوند دا رو میاریم. اگر هجای آخر کلمه‌مون دارای یکی از صداهای ا، ای، او و او باشه، پسوند د رو میاریم. حالا یه چیزی هست، اگر حرف آخر کلمه‌مون یکی از حروف فستکچیشه ها طبقه بندی شده، اینا یکی از این حروف باشه، ف، س، ت، ک، چ، ش، ه، پ، اگه یکی از این حروف باشه صدای د رو به ت تبدیل می کنیم. مثل مثالایی که اینجا زده، مثلا ببینیم اینجا، خب داده نوشته، اینجا مثال زده، نه ولی خب ما مثالاشو توی متن دیدیم، اینجا هم متنمون رو داریم. پس چی شد؟ در واقع اگر هجای آخر کلممون این چهار تا حرف رو داشته باشه، دا و تا رو داریم. اگر هجای آخر کلممون این حرف رو داشته، این چهار حرف رو داشته باشه، حروف نازک رو، د و یا ت داریم. نگاه میکنیم ببینیم که چجوری هستش. مثال زده ارنک، یعنی مثال، نرده در کجا؟ سفر بیارم بالا. خب اورنجیلر نرده، دانش آموزان کجا هستن؟ اورنجیلر سنفتا. خب ببینید یکی از حروف اینجا ف رو داریم، پسوندمون از دا به تا تغییر کرده. اورنجیلر سنفتا، دانشجوها در کلاس هستن. بیلگیسایار نرده،
بیلگیسیار ماسادا. کامپیوتر کجاست؟ کامپیوتر روی میزه. البته دا چون محل قرار گرفتن نشون داده به معنای در و یا روی و یا نزد میتونه که ترجمه بشه. خب ما تو فارسی نمیگیم توی میزه، ما میگیم روی میزه. تاکسیم نرده. منطقه تاکسیم کجاست؟ تاکسیم استانبول ده. منطقه تاکسیم در استانبول هستش. همونطور که ببینید اسم خاص که میاریم اشاره آپوستروف رو میذاریم. خب نرده کیمده. نزد چه کسیه؟ پیش چه کسیه؟ دست چه کسیه؟ کالم کیمده؟ کالم اورتمنده. مداد دست کیه؟ مداد دست معلمه. چانتا کیمده؟ کیف دست کیه؟ چانتا احمدته. کیف دست احمده. همونطوری که میبینید به حرف ت ختم شده، پس ما اینجا پسوند ت رو داریم. تلفن کیمده؟ تلفن دست کیه؟ تلفن مروده. تلفن دست مروه هستش. مروه هم اسم دختره. خب حالا بیایم قسمت بعدی. آشادکی بوشلوکلاری، جاهای خالی که پایین هستن، دولدورالم، پر کنیم. دولدورماک یعنی پر کردن. چوچوکلار نرده؟ بچه ها کجا؟ چوچوکلار باهچه ده. بچه ها توی حیات هستن. گازته کیمده؟ روزنامه دست کیه؟ گازته حسندا. روزنامه دست حسنه. احمد نرده؟ احمد کجاست؟ احمد پارکتا. احمد توی پارکه. بیلگیسیار نرده؟ ببخشید بیلگیسیار کیمده؟ کامپیوتر دست کیه؟ بیلگیسیار جنگ ت. اینو اشتباه نوشتیم، درست کنیم. اوکی. جنگ ت. خب نگاه کنید اینجا آبستروف داریم. چرا من ت رو به جای تا انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه در این هجایی که میبینید صدای ا رو داریم. اونجا احتمالا کپی پیست کردم قبلا. هیچ اشکال نداره، درستش میکنیم. ببینیم که چطور میشه. خب این قسمت هم انجام بدیم. قسمت ششم آشادکی جمله نری. جمله های پایینی رو ارنک لردکی گیبه، همان گونه که در مثال ها هست، تمام لیالم کامل بکنیم. ارنک مثال سینم سنفتا مه. میگه سینم اسم دختره. آیا در کلاس هست؟ خب حالا بخوام با اوت جواب بدم میگم اوت سینم سنفتا. بله سینم در کلاسه. هایر سینم سنفتا دیل. نخیر سینم در کلاس نیست. کتاب آیشه دمه. کتاب دست آیشه است. اوت کتاب آیشه ده. بله کتاب دست آیشه است. هایر کتاب آیشه ده دیل. نخیر کتاب دست آیشه نیست. خب سوال ها رو اینجوری می نویسیم. خب همونطور که می دونید سوال ما پسوند سوالی رو هم سوال آیا رو هم ویدیوشو قبلا داشتیم. اونایی که دوست دارم مرور بکنم میتونن یه بار دیگه از کانال پیدا بکنن. خب کالم چانتا دامه. آیا مداد توی کیفه؟ هایر کالم چانتا دا دیل. نخیر مداد توی کیف نیست. احمد اوفیس تمه. آیا احمد
در اوفیس هست، در دفتر هست، در محل کار هست. هایر احمد اوفیس ده دیل. نه خیر، احمد در آفیس نیست. تاباکلار متفاکتامه. تاباک یعنی بشقاب، متفاک یعنی آشپزخونه. تاباکلار متفاکتامه. آیا بشقاب ها در آشپزخونه است؟ اوت تاباکلار متفاکتا. بله، بشقاب ها در آشپزخانه است. آلی اوده مه؟ آیا علی خونه است؟ اوت آلی اوده. بله، علی در خانه هست. اورنجی سنفتا مه؟ آیا دانشجو سر کلاسه؟ اوت اورنجی سنفتا. بله، دانشجو سر کلاسشه، در کلاسشه. کدی سوکاکتا مه؟ کدی یعنی گربه، سوکاک یعنی خیابون. آیا گربه در خیابان است؟ هایر، کدی سوکاکتا دیل. نه خیر، گربه در خیابان نیست. خب بیایم قسمت بعدی، سوال 7 رو جواب بدیم. رسمه باکالم، به عکس نگاه کنیم. örnekteki gibi، همان گونه که در مثال هست، sorular yazalım، سوالهایی رو بنویسیم. cevaplayalım، جواب هم بدیم. bilgisayar کامپیوتر masa، میز. خب ببینیم مثال چی داده بهمون. bilgisayar masada mı؟ آیا کامپیوتر روی میزه؟ evet bilgisayar masada، بله کامپیوتر روی میزه. تلویزیون دوار، تلویزیون اگه میدونید چیه، دوار یعنی دیوار. تلویزیون دوارده مه؟ آیا تلویزیون روی دیوار است؟ evet تلویزیون دوارده. خب به عکس نگاه میکنیم، اینجوری میگیم من فکر کنم این تلویزیون باشه، بخاطر همون evet گفتم. خب صندلی یعنی صندلی، اوفیس هم یعنی آفیس. صندلی اوفیس دمه؟ آیا صندلی در آفیس هست؟ خب نگاه میکنیم اینجا صندلی وجود داره، میگیم evet صندلی اوفیس ده. دوسیا، دوسیا یعنی پوشه، پرونده. دولاب هم یعنی کمد. دولاب، ببخشید، دوسیا دولاب تا مه؟ آیا پرونده توی کمده؟ اوت دوسیا دولاب تا. بله، پرونده در کمده. خب پرونده ها اینجا در کمد نیستن. من اینجا یه جواب هایر هم بنویسم، اون موقع همجوری اوت اوت جواب دادم. خب بنویسم هایر ویرگول دوسیا دولابتا دیل نقطه. هایر دوسیا دولابتا دیل، اینم جواب منفیمون. خب چیچک یعنی گل، کوریدور یعنی راه رو. چیچک کوریدور دا مه؟ یه گل در راه رو هست. گفتیم که هایر چیچک کوریدور دا دیل، نه خیلی گل در راه رو نیست. حالا دقت میکنم میبینم اینجا گل هست، اگه بخوام جواب بدم چی میگم؟ میگم اوت چیچک کوریدور دا، کوریدور دا نقطه. خب بیایم پایین 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 پایین، میایم اینجا قسمت وار یوک، همونطور که تو انگلیسی هست there is
there are. خب قسمت هست و نیست. وار و یوک درساشو قبلا داشتیم، توی کانال هست، دوستانی که میخوان میتونن ببینن که در همون درس های ابتداییمون هستش و پر از مثاله. اینجا هم از روی کتاب یه مروری میکنیم، کتاب رو به حال باید انجام بدیم. ارنک مثال، اوده در خانه، بیلگیسایار وار. اوده بیلگیسایار وار، در خانه کامپیوتر وجود دارد. اوده بیلگیسایار یوک، تو خونه کامپیوتر نیست. افیس ده سکرتر وار، در دفتر در آفیس منشی هست. افیس ده سکرتر یوک، در آفیس منشی نیست. دولافتا البیسلر وار، در کمد لباس ها هستند، وجود دارند. دولافتا بیلگیسایار، ببخشید، دولافتا البیسلر یوک، در کمد لباس ها وجود ندارند. سوکاکتا آرابا وارم، در خیابان ماشین وجود دارد. اوت سوکاکتا آرابا وار، بله در خیابان ماشین هست. هایر سوکاکتا آرابا یوک، نخیر در خیابان ماشین نیست. اودادا نوار، اودا یعنی اتاق، اودادا یعنی در اتاق. اودادا نوار، در اتاق چه چیزی وجود دارد؟ اودادا یا تاکوار، در اتاق تخت خواب وجود دارد. یا تاک یعنی تخت خواب. اوکولدا نلاروار، در مدرسه چه چیزهایی وجود دارد؟ اوکولدا سنفلاروار، در مدرسه کلاس های درس وجود دارد. هستانده کیموار، هستانه یعنی بیمارستان، از خسته خانه فارسی میاد هستانه. هستانده کیموار، در بیمارستان چه کسی هست؟ هستانده دکتوروار، در بیمارستان دکتر هست. سنفتا کیملاروار، در کلاس چه کسایی هستند؟ سنفتا اورنجیلاروار، در کلاس دانشجوها هستند. خب در قسمت پایین تصویر داریم. سوال 8 نوشته آشاد کی رسیم لرده رسیم لره، به عکس هایی که پایین هستند. آشاد کی یعنی که پایین هستند. باکالم نگاه کنیم، سورولارا سوال ها رو جواب بریم، به سوالات جواب بدیم. خب من اینجا براتون جواب دادم. اوکی، بورسه نرسه، اینجا کجاست؟ بورسه استانبول، ببینم بورسه استانبول. استانبول رو بعد با حرف بزرگ بنویسیم. حالا اگه میخوام درستش کنم نمیشه. او گم شد. از اول می‌نویسم بورسه استانبول. خب اینو بزرگش کنیم، بازم بزرگ کنیم، حرکتش بدیم اینجا که بله بورسه استانبول. رسیمده دنیز وارم، و یا اینجوری بپرسم رسیمده دنیز وارم. اوت رسیمده دنیز وار، توی عکس دریا وجود داره؟ بله
در عکس توی عکس دنیز وار دریا وجود داره. اینجا این گوشه رو میبینی این دریاست. رسیمده کیملر وار توی عکس چه کسانی هستند؟ رسیمده توریستلر وار. خب رسیمده توی عکس توریستلر وار توریست ها وجود دارند. خب سوال بعدی، عکس بعدی، بورس نرسی، بورس استانبول. اینجا استانبول رسیمده اکول وار مه؟ آیا در مدرسه، ببخشید، آیا در عکس مدرسه وجود دارد؟ رسیمده اکول یوک، توی عکس مدرسه نیست، وجود ندارد. رسیمده نلر وار، در عکس چه چیزهایی وجود دارد؟ رسیمده در عکس جاده، خیابون، همون جاده خودمون، تراموای، اینی که اینجا میبینید بهش میگن تراموای، و انسانلار وار، و انسان ها وجود دارند. خب بیاییم قسمت سوال 9 ببینیم که چی از ما میخواد. بیاییم بالا. آشادکی جملر، جمله هایی که پایین هستن، هنگی رسمی کدوم عکس رو گستریور نشون میده؟ بوشلوکلارا یزالم، در قسمت های خالی بنویسیم. خب عکس اولمون چی بود؟ عکس دوممون چی بود؟ من یادم نمیاد، بیم بالا ببینم. اوکی، خب رسیم ده جامی وار، در عکس مسجد هست، اینجا یه دونه مسجد هست، اینجا رو میگم. خب بیم پایین، اگه یه جوری بود که ببینم، عقب بزنم. اوکی، خب حالا عکس دیده میشه، خیلی کوچیک شد، ولی خب یه خورده بیارم جلو. اوکی، ای بابا، خب همینقدر کافیه. سوال 2، سوکاکتا تراموای وار، در خیابان تراموای وجود داره. عکس ب، سوکاک، ببخشید، مغازالار یوک، مغازه ها نیستند، اینجا مغازه ها نیستند، اینجا ولی هستند. پس راجع به عکس آ صحبت میکنه. انسانلار وار، آدم ها وجود دارن. خب تو هر دوتاشون هستن، هم اینجا هم اینجا، من نوشتم آ ب. بیوک بینالار وار، بیوک بزرگ، بینا یعنی ساختمان، ساختمان های بزرگ وجود داره. قسمت ببخشید عکس ب، انسانلار وار تراموای یوک، انسان ها وجود دارن، تراموای وجود ندارد. یعنی آدم داریم توی عکس ولی تراموای نداریم. عکس آ، یاشلی بیر آدم وار، یاشلی یعنی مسن، پیر، بیر آدم وار، آدم هم یعنی مرد، یک مرد مسن هست، راجع به عکس آ صحبت میکنه. انسانلار بانکتا، اینجا هم در قسمت راجب قسمت آ صحبت میکنه. بانک منظورش کنار رودخانه است، و یا اینایی که روش نشستن رو میگن بانک. اگر منظورش بانک، ساختمون مالی بانک بود، میگفت بانکا. اینجا منظورش این قسمت هایی هستش که نشستن. انسانلار بانکتا. خب بیایم اینجا، یه خورده زوم کنم که بله، لوکانتادا، لوکانتا یعنی رستوران کوچیک. لوکانتادا کیملر وار،
چه کسانی در رستوران هستند؟ لوکانتادا، کارسون، لاروار. خب روی سوال نخوندم. گفته آشادکی سرولاره جواب لیالم. سوالای پایین رو جواب بدیم. نیمی گفتم میدونستیم یعنی چی. خب لوکانتادا، کارسون، لاروار در رستوران پیش خدمت ها هستن. کارسون ها هستن. کتاب لکتا، کتاب لک یعنی کتابخانه، قفسه کتاب. کتاب لکتا نلر وار. تو قفسه کتاب چه چیزهایی وجود داره؟ کتاب لکتا کتاب وار. در قفسه کتاب کتاب وجود داره. ممکن چیزهای دیگه هم وجود داشته باشه، حالا من گفتم کتاب. دوواردا نوار. روی دیوار چه چیزی وجود داره؟ دوواردا آیناوار. روی دیوار آینه هست. تلویزیون دا نوار. در تلویزیون چه چیزی هست؟ منظورش برنامه تلویزیون چیه؟ الان تو تلویزیون چی نشون میده؟ تلویزیون دا دیزیوار. دیزی یعنی سریال. در تلویزیون سریال هست. سوکاکتا کیملر وار. در خیابان چه کسانی هستن؟ سوکاکتا انسانلار وار. در خیابان انسان ها هستن. سنفتا اورتمن وارما. در کلاس درس معلم وجود دارد. میگیم که چی؟ سنفتا اورتمن وار. در کلاس قاطی کردم، معلم هست. اوکی. اوکولدا هفته سونو درس وارما. در مدرسه هفته سونو، آخر هفته ها درس وارما. درس وجود دارد، یعنی برگزار میشه. اوکولدا هفته سونو درس یو. در مدرسه آخر هفته درس وجود ندارد. استانبول دا دنیز وارما. آیا در استانبول دریا وجود دارد؟ استانبول دا دنیز وار. در استانبول دریا هست. سنده سوزلوک وارم. آیا پیش تو، دست تو دیکشنری وجود داره؟ بند سوزلوک وار. بله، من لغتنامه دارم. فارسیش یادم رفته بود. لغتنامه. خب بیایم قسمت بعدی. خب در قسمت بعدی دوستان لیسنینگ داریم، دینلمه یعنی قسمت گوش دادن. ما در اینجا چون من رنگ های مختلفی میبینم، گفتم احتمالاً داره راجع به رنگ ها صحبت میکنه، به خاطر همون اسم رنگ ها رو این بالا نوشتم براتون که به هر حال هم یاد بگیرید، همین که لغت دیگه حفظ کنید. به هر حال این زبان رو بخواد یاد بگیرید، لغتی نباید باشه که شما بلد نباشید، مثلا لغت‌های پایه. ماوی یعنی آبی، قرمزه قرمز، پنبه صورتی، بیاز سفید، مر بنفش، سیاه، قهوه رنگه، قهوه ای، یشیل، سبز، ترونجو، نارنجی، گری، خاکستری، کرم، کرمی، آچک، کویو. آچک یعنی روشن، کویو یعنی تیره. مثلا شما بگید آچک ماوی یعنی آبی روشن، بگید کویو ماوی میشه آبی تیره. مثلا بگید آچک یشیل یعنی سبز روشن، کویو یشیل یعنی سبز تیره. خب اینها رو میتونید ویدیو رو استوب بزنید، بنویسید، بعد معنیاش رو بنویسید. خب یونیت دو تا اینجا رو در این ویدیو داشته باشید. قسمت بعدیشو
که اعداد نرده سایلار. قسمت بعدی رو هم در ویدیو بعدی میگم.